به نام خدا سلام. امروز دوشنبه 11 سنبله 1392 هجری خورشیدی که برابر است به 1 سپتامبر 2013 میلادی. من مدثر هستم، شما را فرا میخوانم به مهمترین رویدادهای خبری تا این ساعت از شبکه غزنویان. بسم الله الرحمن الرحیم. در اثر درگیری میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای مشترک افغان و قوای بین المللی در ولسوالی خوجامری غزنی ناوقت روز یکشنبه 5 تن مخالف مسلح دولت کشته شدند. جزئیات بیشتر این خبر را همکارم منصور عثمانی تقدیمتان می کند. من پاسوال زرور زاهد فرمانده پلیس غزنی می گوید که این افراد قصد پرتاب چند فیرهاون را از راه دور بالای این ولسوالی داشتند که هدف تیراندازی نیروهای افغان و خارجی قرار گرفتند و در نتیجه دو تن از فرماندهان مشهور آنان به شمول 3 تن از همراهانشان به قتل رسیدند. منبع می افزاید که 80 کشته شدگان این رویداد به شفاخانه ملکی غزنی انتقال یافته است، اما طالبان مسلط تا حال در این مورد تبصره نکردند. شهردار شهر غزنی امروز دوشنبه از سوی موساخان اکبرزاده والی ولایت غزنی به خاطر کارهای شایسته و فعالیت‌های دوامدارش تقدیر گردید. در مراسم جلسه اداری که بر ریاست محترم موساخان اکبرزاده دایر گردیده بود، در این مراسم رؤسای دوائر دولتی و ملکی اشتراک ورزیده بودند. والی غزنی نخست از کارهای شایسته فریدون احمدی شهردار غزنی یادآوری کرده و افزود که با آمدن شهردار غزنی، شهر غزنی رنگ دیگری به خود گرفته است. غیر نظامیان قربانی اصلی در عملیات‌های تابستانی طالبان بودند. شمار از آگاهان نظامی میگن که طالبان در تابستان امسال بیشتر غیر نظامیان را آماده عمله قرار دادند. این آگاهان نظامی از تغییر روش‌های جنگی طالبان سخن می‌زند و تأکید می‌ورزد که طالبان بیشتر به هدف‌های غیر نظامی تمرکز کردند. در یک هفته گذشته در حملات طالبان در بخش‌های گوناگون افغانستان در حدود 100 غیر نظامی کشته شدند. اگر دو حمله بالای بخشای نظامی صورت میگیره، ولی در مقابل 3 حمله دیگه در مقابل مساکن ملکی هم عملات خود گرفته. اما نتیجه هستن که تا مردم را به اعتماد بسازه بالای اردو، بالای پلیس، بالای امنیت و ضعف حکومت واضح بسازه تا تاثیرات خود را بالای مردم داشته باشند. مخالفان دولت افغانستان امروز نیروهای سکینا قابلیت جنگای جبهه‌ای را ندارند و نیروهای امنیتی ما به مراتب ممکن است یک مجهز و مسلح باشند که اینا را در مقابلش دفع کنند و اینمی به اصطلاح حملات چریکی، به اصطلاح در اینجا بم انتحاری، مین جاده، اینا خوبترین وسیله است که اینا میتونن به هدف خود برسن. با هدف رسیدن از اینا به سطوع آمدن مردم افغانستان است، ناامن احساس شدن مردم افغانستان است. البته دولت مردا و هر کدامش در بین حصار زندگی میکنه، به اونا صدمه نمیرسه، اما به مردم صدمه میرسه. خود نماینده رئیس که دولت در اینجا از خود ضعف نشان میده، نه ای که بگویم که نیروهای مخالفین قوی هستند. پلیس بغلان از تدابیر شدید امنیتی در روزهای انتخابات خبر می‌دهد. فرمانده پلیس بغلان می‌گوید که پلیس محلی در کنار نیروهای پلیس و ارتش ملی برای تأمین امنیت مراکز رایدهی آمادگی‌های لازم را روی دست گرفتند. امیدواریم چې په بغلان په ولایت کې 250 سایټ دی چې په 250 سایټ کې به زموږ امنیتي قواوې یعنې وسلوال پوځ دا توانایي ولري چې زموږ وطنوال په ښه ډول سره خپل رایه استعمال کړي. د قمانداني رهبري لخوا دلته هغه ته قمانداني ته لګول شوي د تعلیم لپاره چې موږ د انتخابات لپاره ښه خپل شجاعت ښکاره کړو، خپل امنیت سم ونیسو، د خپلو خلکو لپاره چې انتخابات په خپله ازاده فضا کې په ښه هغه کې ونیسي. در همین حال کمبود نیروهای امنیتی زن احتمالا تاثیر منفی روی انتخابات ریاست جمهوری و شورای های ولایتی خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر این خبر را همکارم منصور عثمانی تقدیمتان می کند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که کمبود جدی نیروهای امنیتی زن در بخش های گوناگون افغانستان سبب خواهد شد تا زنان کمتر برای رایدهی به پایه صندوق های رایدهی بروند.
گفته می شود که برای بازرسی زنان در هنگام رایدهی به 12,000 نیروی امنیتی زن نیاز است، اما اکنون تنها 2,000 زن در نهادهای امنیتی کشور کار می کنند. جلب و جذب زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغان هرچند از اولویت‌های غرب بود، اما دیده می شود که زنان افغان بنابر دلایل گوناگون علاقه چندانی برای پیوستن با نیروهای امنیتی را ندارند. در یک عملیات نیروهای افغان در ولسوالی جلرز ولایت وردگ 2 طالب کشته شدند و 1 تن دیگرشان زخم برداشت. دفتر رسانه‌های ولایت وردگ با پخش خبرنامه میگوید که این عملیات روز یکشنبه در بخش‌های پل هوایی سیف و اسماعیل خیل ولسوالی جلریز ولایت وردگ انجام شد. خبرنامه می‌افزاید که در این عملیات 2 تن از نیروهای ارتش زخم برداشتند. حمله های طالبان روند واگذاری مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان با خطر روبرو نخواهد ساخت. جزئیات بیشتر این خبر با منصور عثمانی. عمر داوودزی سرپرست وزارت امور داخله میگوید که افزایش اخیر در حمله های شورشیان در افغانستان روند واگذاری مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان و نیز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را مقتل نخواهد ساخت. آقای داوودزی می افزاید که نگرانی ها درباره این که نیروهای افغان پس از بیرون شدن بسیاری از نیروهای خارجی از افغانستان توان تامین امنیت را نخواهند داشت بی جااند. به گفته وی نیروهای افغان اکنون توان این را یافته اند تا به جای نیروهای خارجی تامین امنیت کنند. یک موتر و 6 موتورسیکل مملو از مواد انفجاری را نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند به دست آوردند. دفتر رسانه های وزارت دفاع ملی با پخش خبرنامه میگوید که این مواد در یک عملیات نیروهای ارتش که در آن به طالبان تلفات سنگین نیز وارد شده است به دست آمد. در همین حال در یک عملیات مشترک نیروهای افغان زیر نام عقاب 89 در ولسوالی نوای ولایت هلمند یک فرمانده طالبان کشته شد و 2 تن دیگر زخم برداشتند. و خبر اخیر این که افغانستان با به دست آوردن 2 مدال برنز و کارش را در رقابت های تکواندوی آزاد پولند پایان داد. احمد نوید ظاهر با پیروزی در برابر تکواندوکاران اسپانیا، پولند، دنمارک، هنگری و شکست در برابر مبارز استرالیا به مدال برنز دست یافت. مدال برنز دیگر را فریدون امیری با 3 پیروزی و 1 شکست به نام افغانستان رقم زد. رقابت های تکواندوی آزاد پولند با حضور ورزشکاران 34 کشور جهان برگزار شدند. در این رقابت ها به نمایندگی از افغانستان 5 ورزشکار و 1 مربی شرکت کرده بودند. بیننده های عزیز و اکنون نگاه زودگذر داریم به اخبار خارج از کشور. ایالات متحده امریکا درباره کاربرد گاز اعصاب سارین از سوی حکومت بشارالاسد در سوریه مدارک را در اختیار دارد. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا با ابراز این مطلب میگوید که در حمله روز 21 ماه گذشته میلادی حکومت بشارالاسد از گاز سارین کار گرفته است. جان کیری می افزاید که نمونه های برداشته شده از مو و خون قربانیان این حمله کاربرد این جنگ افزارها را مثبت تایید کرده است. پیش از این باراک اوباما طرح کاربرد گزینه نظامی را درباره حکومت سوریه برای تایید به کنگره ایالات متحده امریکا فرستاد. یک مقام ارشد سوری حمله بر سوریه را حمله بر ایران می داند. معاون وزیر خارجه سوریه می گوید که هدف اصل حمله ایالات متحده بر سوریه آوردن فشار بیشتر بر نظام ایران است. فیصل مقداد می افزاید که فرستادن لایحه حمله بر سوریه از سوی اوباما و کنگره آمریکا نشان می دهد که وی تمام جانب های این حمله را بررسی نکرده است. این اظهارات در حال صورت می گیرد که یک هیئت پارلمان ایران به رهبری علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجه این کشور در دمشق به سر می برد روز یکشنبه با رئیس جمهور بشارالاسد دیدار کرد. بیننده های عزیز، این بود مهمترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان که شبکه غزنویان تقدیمتان کردیم. تا سرویس خبری بعد، شبتان بخیر.